توی این آموزش بهتون یاد میدم چطوری یه بانوی شمالی یه غذای جنوبی خیلی خوشمزه میتونه درست کنه. میگو پلو به سبک من. سلام دوستان عزیزم، چطورین؟ ستاره فود هستم، با یه آموزش دیگه اومدم به خونه هاتون. امروز میخوایم یه غذای جنوبی خیلی خوشمزه به روش من رو آموزش بدیم. البته من خودم هم اینو جای یاد گرفتم و اینطور نیستش که خودم اختراعش کرده باشم. اون روزی که این دستور رو پخت و دیده بودم دوست داشتم که درست کنم، خیلی وسوسه انگیز بود و درست کردم و خیلی خوشم اومد. بعد از اون همیشه میگو پلو رو به این روش درست میکنم. نمیدونم قبلش بهتون گفتم میگو میخوام درست کنم. میگو پلو رو به این روش درست میکنم. خیلی خوشمزه است. از اونجایی که ما شمال زندگی میکنیم و دسترسی به میگو خیلی سخته و حالا نمیشه که حتما یه میگوی خیلی خوب و عالی پیدا کنیم، اینو تو شهر رشت که نزدیک به خود انزلی هم هست اونجا میشه تهیهش کرد، ولی اینو پدرشوهرم برام گرفته. هر وقت برای خودشون ماهی میگیرن برای منم میگیرن و از اونجایی که میدونن من اصلا بلد نیستم ماهی و مرغ و اینا رو پاک کنم، بنده خدا مادر شوهرم زحمت کشیده برام پاک کرده. روششو بلد نیستیم، قبول داشته باشید، ما شمالی هستیم و میگو خیلی تو دسترس ما نبوده که بخوایم یاد بگیریم. و البته اگرم بود من بلد نیستم کلا ماهی و مرغ و اینا رو پاک کنم، از بوی زهمش حالم بد میشه، دست خودم نیست. ولی همیشه مامانم اینجور موقعا میگه که خوردن رو خوب بلدی. آره واقعا خوردنشو بلدم ولی درست کردنشو نه. حالا بریم برای مواد مورد نیاز این میگو. ما نیاز داریم به میگوی پاک شده که حالا اگرم پاک نبود باید حتما بدید اون فروشنده براتون پاک کنه، چون من خودم وارد نیستم که بهتون بگم، یعنی اصلا نمیتونم بهتونم یاد بدم حتی اگه یاد بگیرم. نیاز داریم به سیر له شده، پیاز، رب گوجه که البته فکر میکنم سلیقه‌ای همه استفاده نمیکنن، گشنیز نیاز داریم خیلی عطر خوبی به این میگو پلو ما میده، ادویه نیاز داریم، نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز، زردچوبه، زعفران دم کرده، روغن و در انتها زیره می‌ریزیم. نوشتم که اشتباه نگیرمش. زیره می‌ریزیم برای عطر خیلی خوبش روی برنج و برنجی که شستیم و آب کشیدیم و نمک اضافه کردیم می‌ذاریم که آب کش بشه. من اینو می‌ذارم آب کش بشه و الان چیکار می‌کنم؟ اول میام پیازو خرد می‌کنم. پیازو شما میتونید هم به صورت نگینی هم خلالی خوردش کنید. من گفتم همه رو از ابتدا براتون توضیح بدم که مشنگ مرحلش رو ببینید. من اینو خلالی خورد میکنم و از اونجایی هم که میدونید من چشمم کلا خیلی به پیاز حساسه و اشکم در مشکمه، الان اشکم در میاد. خیلی پیازو تند شدن جدیدن، خیلی نامردن. پیاز رو خرد میکنم و با کمی روغن تفتش میدم. گشنیزم خرد نکردم که شما حالا ببینید، چون بعضی تازه عروس هم واقعا بچه قبول داشته باشی همه بلد نیستم و خود منم حتی بلد نبودم اسم سبزی ها رو، خب کم کم یاد گرفتم. اینو نگه داشتم که شما ببینید گشنیز به چه صورت سبزیش، شبیه جعفریه ولی ساقه های لطیف و نرم تری داره، عطرش هم خیلی فرق میکنه. خب اینو من نگینی خورد کردم. یه غذای دیگه هم هست که با میگو درست میکنن و خیلی جنوبی ها دوست دارن و جزو غذاهای پای ثابتشونه، مثل ما شمالی ها که مثلا میرزا قاسمی و باقالی خورش خیلی دوست داریم و میخوریم، جنوبی ها میخورن. اسمش دو پیاز است. حالا نمیدونم دو تا پیاز استفاده میکنن، میگن دو پیازه. وای دیگه کم کم داره اشکم در میاد. خب ما این پیازو خرد کردیم، میریم تفتش بدیم، تو این فاصله برمیگردیم گشنیزم خرد میکنیم. بچه‌ها من تازه ذوقم دارم به خاطر اینکه تو خونه تکونیم متوجه شدم یه تابه رو قبلا گذاشتم تو کابینت و یادم نبوده و الان میریم داخل تابه جدیدمون پیاز رو تفت بدیم. بریم تابه جدید مبارک ها باشه، انشالله که بتونیم تو تابه های جدیدتر غذا درست کنیم. یکم روغن بریزید، پیاز رو اضافه کنید و تفت بدید. بذارید که
که بعد پیاز نرم بشه، یعنی از این حالت خامی در بیاد و به اصطلاح میگن سبک بشه. چه دختر با سلیقه ای هستم من. یکم زردچوبه میریزم و تفت میدم. کفتیر یادم رفت. که میتونید کمک بگیرید ازش که پیازا زودتر سبک بشه اینه که در تابتون رو ببندید. من همیشه وقتی عجله دارم این کار رو انجام میدم، در تابه رو میبندم. میتونید تو این فاصله بریم سبزیمون رو خرد کنیم. بچه ها یادم رفت یه دونه پیاز جامون. میگم چرا حجم پیازش کمه. خب نه، ما تو این فاصله پیاز بعدی رو خرد میکنیم سریع. داشتم حرف میزدم اصلا یادم نبود. خب ایراد نداره، چیزی از دست ندادیم، سری خوردش میکنیم. خیلی تنده به خدا. صدا اذیتتون نکنه من دیگه پودو روشن نمی کنم. این پیاز رو تفت میدیم تا سبک بشه. خب حالا دیگه بریم سبزی رو پاک کنیم. بیان پاک کنیم سبزی رو خرد کنیم. خب این سیرم میخوام بذارم اینجا. سبزی رو بچه ها ببینید دل بخواهیه، بعضی ها درشت خوردش میکنن، بعضی هم خب مثل من خیلی ریز خوردش میکنن. این دیگه سلیقه‌ایه، میتونید از دستگاه هم استفاده کنید، ولی اینطوری هم خیلی آسون خورد میشه. من دیگه از وقتی یاد گرفتم که با کارد خوردش کنم خیلی وقتا عجله دارم یا اینکه حالا سختم بیام دستگاه روشن کنم، همینطوری به همین روش که میبینید خوردش میکنم. البته این روش درستی فکر نکنم برای خورد کردن باشه، اونایی که ماهرن یه جور دیگه خورد میکنن، حالا من این شکلی خوردش میکنم. اگر جنوبی داخل کانالمون داریم لطفا حتما برام نظرتون رو بنویسید، بگید که شما میگو پلو رو به چه روشی درست میکنید، یا اینکه اگر همین روش رو درست میکنید چیزی کم و کس نداره. درست دارم بهتون توضیح میدم شما این از این روش استفاده کردید برای میگو، چون خودتون میدونید میگو یه عطر مثل مرغ خام میمونه، یه بوی زخمی داره، حتما باید گرفته بشه. که این گشنیز و سیری که استفاده میکنیم و پیاز خیلی کمکش میکنه که عطر خوبی بگیره، وگرنه شما همونطور که دارید میبینید مواد خاصی نداره، همون میگوه با پیاز و سیر و حالا این سبزی برای خوش عطر شدنش. خب من اینو ریز خورد میکنم و بعد استفادهش میکنم. پیاز که سبک شد سیر رو اضافه میکنیم و تفت میدیم. توی این فاصله برنجم بذارید که بجوشه و حواسم پر شد بجوش و آب کشش کنید. سیرم تفت میدیم. خیلی عطر خوبی به این غذا میده. و بعد زمان اضافه کردن میگوه. کوچولو تفتش میدم از حالت خامی در بیاد، رنگش تغییر کنه و بعد روبه گوجه رو اضافه میکنم. حرارت هم بچه خیلی زیاد نکنید، به این متوسط باشه خیلی بهتره. یه برشتر میکنم چون بخوام چیز بشه. ببینید رنگش یه مقدار قاد تغییر کنه. ببینید خب همونطور که ببینید میگوا تغییر رنگ دادم. به این مرحله که رسید میتونید روبه گوجه رو اضافه کنید، هم بزنید که بوی خامیش از بین بره.
ادویه هم تو این مرحله میتونید اضافه کنید. یه کوچولو فلفل قرمز، حالا نمیدونم جنوبی‌ها کلا میدونم که غذاشون رو تون میخورن، حالا نمیدونم به این فلفل قرمز اضافه میکنن یا نه، ولی من کمی اضافه میکنم، تفتش میدم. من حرارت رو کم کردم، نمیدونم شاید هم چون تابه تازه است قلقش هم دستم نیمده. یه کوچولو تفتش میدم و در آخر زعفران دم کرده و گشنیزی که خورد کردیم و اضافه میکنیم تا موادمون جا بیفته. به اینجا حتما سعی کنید زودتر بذارید که همزمان که موادتون حاضر میشه برنجم آبکش شده باشه و بتونید مخلوطش کنید. برای تردیکش هم میتونید از هر چیزی که دوست دارید استفاده کنید، بعضی ها سیب زمینی، بعضی ها نون، بعضی ها مثل من برنج رو میذارن، هیچ فرقی هم نمی کنه برای تردیکش. مرحله آخرمون بعد از این که بوی خامی روب رفت اضافه کردن گشنیز، حالا مقدارش به خودتون بستگی داره، کم و زیاد میخواییم بریزیم و زعفران دم کرده است. ببینید گشنیز چه رنگ خوبی به این موادمون میده. حالا میذارم که یه کوچولو جا بیفته و بعد خاموشش میکنم. دوستان عزیزم اگر دوست دارید که کانالمون پیشرفت کنه حتما ازمون حمایت کنید. حمایت کردن اینه که بخواین کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید که وقتی ویدیو این دارم برای شما نشون داده بشه. ممنونم که از ما حمایت میکنید. برای اینکه بخواین آموزش‌های بیشتری از غذای جنوبی هم یاد بگیرید میتونید، قبلا آموزششو گذاشتم، یه غذایی رو براتون اینجا میذارم، فلافل که غذای اصل جنوبی هستش و مطمئنم که از طرز تهیه‌اش خوشتون میاد. حتما حتما نظرتون رو برام داخل کامنت بنویسید و برای اینکه سابسکرایبتون نپره میتونید از کامنت های خارجی استفاده کنید. ممنونم ازتون. دیگه برنجمونم فکر کنم به مرحله آبکشی داره نزدیک میشه، موادمونم کاملا جا افتاده. برنج آبکش کردم، موادمون حاضره، حالا داخل قابلمه میریزیم. بچه یه نکته ای که وجود داره اینه که هر وقت میخواین غذای درست کنید که برنجش مخلوطه، حتما برنج رو جوندارتر بردارید، یعنی برنج وسطش خام باشه، دو طرفش پخته شده باشه. زمانی که میخواین آبکش کنید تستش کنید، به این مرحله رسید آبکش کنید، چون اگر زیاد بذارین که برنج بپزه، بعد موقعی که دارید برنج رو با موادتون مخلوط میکنید بذارید روی حرارت، له میشه، حالت خیلی اونجوری نرمی پیدا میکنه. خیلی دوست دارم ولی مجلسی دیگه محسوب نمیشه. من یه کوچولو کف قابلمه آب ریختم، همونطور که میدونید من همیشه برای برنجا کفش مقدار آب، روغن و زردچوبه میریزم برای خوش رنگ شدنش. اینجوری گیر کرد اینجا. خب ادا کردمش. یه کوچولو زردچوبه برای خوش رنگ شدنش اینطوری به این حالت مخلوطش میکنم. حالا برنج و مواد رو لایه لایه میریزم. ببینید به این حالت. اگر میخواین اطراف برنجتون وقتی مواد رو میریزین نسوزه، میتونید مواد رو وسط بریزید و هم نزنید، خیلی به اطراف نیارینش که زمانی که داره برنج پخته میشه میگوها نسوزن. حالا سلیقه این روش هم باز، من دیگه کلا مخلوطش میکنم. این عطرش فوق العاده است. حالا خیلی هم میدونم سبزی رو بیشتر میریزم، من البته سبزی داشتم نمیدونستم عادل خیلی دوست داره سبزیش زیاد باشه یا نه، من دیگه
چند دقیقه ریختم. می‌بینید همینجوری لایه لایه این کار رو ادامه میدیم. زمانی هم که میخواییم بذارین روی گاز، اول حرارت رو زیاد کنید تا بخار برنج بلند بشه، بعد کمش کنید تا با شعله خیلی ملایم جا بیفته. من بعد از اینکه کاملا مواد و برنجم رو داخل قابلمه ریختم، در آخر کمی زیره یا آسیاب شده روش میریزم که عطر خیلی خوبی به غذامون میده. بچه ها من انقدر چشمم حساسه، با اون که پیازو الان سرخم کردیم تموم شده، ولی واقعا احساس سوزش میکنم تو چشمم. اینم از این. مرحله آخرم زیره است. یه غذای فوق‌العاده مجلسی، خوشمزه و عالی هستش که میتونید برای وعده نهار و شام درستش کنید. خب. دیگه زیره هم میرزم و تمام. دوستان عزیزم، غذای ما حاضر شده. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. اگر این آموزش رو دوست داشتید، یادتون نره برام کامنت بذارید، لایک کنید، از ما حمایت کنید. اگر تا الان کانالمونم سابسکرایب نکردید، حتما سابسکرایب کنید، زنگوله هم فشار بدید که آموزش های من برای شما نشون داده بشه. اینم از میگو پلوی خوشمزه ما، چه تریکی، و برنجش. اگر میخواین مجلسی بشه میتونید موادشو جدا، یعنی میگوها رو جدا روی برنجتون بریزی. ما که اینجوری درست میکنیم و دوست داریم. مخلفاتی هم که شما کنار این غذا میل میکنید برام داخل کامنت بنویسید. جنوبیای عزیز، من که زیتون پرورده داشتم به امرای سیر گفتم که فکر کنم با این بچسبه. حالا شما اگر غذای در کنارش مخلفات خاصی سرو میکنید برام داخل کامنت بنویسید. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار شما. اگه غذای برنجی دوست دارین، مخصوصا برنج مخلوط، قبلا آموزش لوبیا پلو به سبک خودم رو براتون تو ویدیوهای قبلی گذاشتم، براتون دوباره این گوشه میذارم، حتما ببینید و درستش کنید و لذت ببرید.